بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام و صلوات خداوند به پیشگاه ارواح طیبه شهدا و جانبازان و ایثارگران گرانقدری که با خون مطهرشون نهال نظام مقدس جمهوری اسلامی رو پایه‌گذاری کردن و حیات و شرف و عزت و ناموس ما همواره مدیون و مرهون این عزیزان بوده و هست و خواهد. سلام و صلوات خداوند به پیشگاه ارواح طیبه شهدایی که پیش از اون که پا روی مین دشمن بذارن پا روی من خودشون گذاشتن. سلام عرض می‌کنم به حضور همه شما عزیزانم، دختران و پسران گلم، خواهران و برادران، اساتید، اولیا، مربیان، مسئولین و فرهیختگان این شهر مقدس. نکاتی رو که خدمتون عرض می‌کنم دو قسمته. بخشی از این نکات مجموعه باورهای خود منه که موظف هم بهتون انتقال بدم. یه بخش از عرایزم در حقیقت نیازمندی های شما عزیزان در رابطه با یکی دو موضوع و محوری است که ایجاب میکنه خدمت شما ارائه بدم. این هرگزهایی رو که عرض میکنم اینها رو به خاطر بسپرید و در فایل و آرشیو ذهنتون نگه دارید. اینها رو من در یک عمر زندگی به دست آوردم. این هرگزها رو به خاطر بسپرید و اونهایی رو که دوست دارید در ذهنتون نگه دارید. اولین و مهمترین هرگزی که من در زندگی یاد گرفتم این بود: هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده ای، هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده ای کسی را قضاوت نکن. هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده ای کسی را قضاوت نکن. آقا محمد خان قاجار عادت داشت هر ماه یک بار میرفت شکار. چی شکار میکرد؟ یه روباه شکار میکرد. اون هم نه با تیر و تفنگ، نه با تیر و کمان. سوار اسب میشد توی این بیشه ها، دنبال این حیوان راه میافتاد. بعد از دو سه ساعت که این حیوان رو خسته میکرد یه تور مینداخت روش و میگرفتش. بعد که میگرفتش چه کار میکرد؟ یه زنگوله میبست به گردنش ولش میکرد بره. میگفتن چرا این کار رو میکنی؟ میگفت از زمانی که من این زنگوله رو به گردن این حیوان بستم حد اقلش اینه که از گرسنگی میمیره، چون سراغ هر طعمه‌ای که بخواد بره پیش از رسیدن به اون طعمه، اون طعمه با شنیدن صدای این زنگوله در میره، فرار میکنه. دوم اینکه همسرش، زوجش، اون جفتش دیگه هرگز سراغش نمیره.
و اگر از گرسنگی نمیره بدون شک از تنهایی و پریشان حالی و روان پریشی دل میکنه و میمیره بدون شک. اگر پیامی رو در تلگرام، واتساپ، وایبر، فیسبوک، اینستا، توییتر دریافت کرد که حکایت از قضاوت یک انسان یا یک قوم یا یک ملتی بود و شما این پیام رو بین 100 نفر دیگه، 1000 نفر دیگه تکثیر کردید، نسنجیده، نابخردانه، جاهلانه تکثیر کردید، بدانید که بدون شک در مرگ آن فرد یا آن قوم یا آن ملت سهیم است و خداوند به این سادگی از شما نخواهد گذشت. هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده اید کسی را قضاوت نکنه. همین چند هفته پیش بود که یک پیامی در رابطه با پدر یک خانواده داده شد، یک پیام کاذب، یک تهمتی به پدر یک خانواده زده شد. بگذاریم از این که این پدر الان در یکی از مراکز روان درمانی به عنوان یک بیمار روانی ایزوله شده، بخش ایزوله است، بخش زنجیری هاست. پسر و دختر دانشجوی این پدر با هم خودکشی کرد. بعدش هم معلوم شد این خبر کذب. هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده ای کسی را بذارد. خیلی سریع میگم و رد میشم. این هرگزها رو به خاطر بسپرید. هرگز تحت کنترل و تأثیر 3 چیز قرار نگیر: گذشته، پول و مردم. هرگز تحت کنترل و تأثیر این 3 تا قرار نگیر: گذشته، پول و مردم. هرگز 3 چیز را فدای هیچ چیز نکن: احساست را، صداقتت را و خانوادت را. هرگز برای خالی کردن خودت دیگری را لبریز نکن. هرگز فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکن. هرگز با انگشت کثیف به عیوب دیگران اشاره نکن. تا مادامی که انگشت خودتو آلوده است نمیتوانی با آن به عیبهای دیگران اشاره کن. هرگز با مشت گره کرده نمیتوان به کسی دست داد. هرگز از رودخانه‌ای که خشک شده به خاطر گذشته‌اش سپاسگزاری نمی‌شود. اینو برای تازه استخدام شده ها و تازه ازدواج کرده ها عرض می‌کنم. هرگز از رودخانه‌ای که خشک شده به خاطر گذشته‌اش سپاسگزاری نمی‌شود. خودتان را برای دیگران آرام آرام ورق بزنید، زیرا اگر تمام شوید سریعا می روند سراغ دیگر. هرگز در یک زمان دنبال 2 خرگوش نبود. هرگز بدون اطلاع قبلی به خانه یا محل کار کسی نرو. هرگز در حضور نفر سوم کسی را نصیحت نکن.
هرگز برای کودکان اسباب بازی جنگی هدیه نبر. هرگز تا پایان انجام کاری از موفقیت در مورد آن با هیچ کس صحبت نکن. هرگز در مورد همسر کسی، هرگز در مورد همسر کسی چه مثبت چه منفی اظهار نظر نکن. هرگز برای سنجش عمق یک رودخانه با هر دو پا وارد آن نشو. هرگز برای سنجش عمق یک جریان سیاسی یا یک جریان اقتصادی یا یک جریان فرهنگی با هر دو پا وارد آن نشو. هرگز نگرانی امروز مشکل فردای تو را حل نمی کند، فقط شادی امروزت را از بین می برد. هرگز از کسی که همواره با تو موافق است چیزی یاد نمی گیری. هرگز از گلایه ها نترس، از کنایه ها بترس. هرگز دریای آرام از کسی ناخدای قهرمان نمی‌سازد. هرگز نگذار این جمله از بزرگ روانشناس عالم مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام، هرگز نگذار آگاهی از عیب‌هایت تو را بترساند. هرگز نگذار آگاهی از عیب‌هایت را بترسان. هرگز با انسان وقیح و بی‌حیا بحث و جدل نکن، چون او چیزی برای از دست دادن ندارد، فقط تو را ضایع می‌کند. هرگز سه نفر را در زندگی فراموش نکن: کسی که در سختی ها رعایت کرد، کسی که در سختی ها یاریت کرد و کسی که در سختی ها گرفتارتر کرد. هرگز به فرزندت نگو من به سن تو که بودم چنین بودم، چنان بودم، چنین کردم، چنان کردم، زیرا تو شرایط فعلی او را نمیفهمی. نه اینکه نمیدانی، نمیفهمی. هرگز از کسی بت نساز، زیرا کوچکترین اشتباه او بزرگترین آسیب را به دیوارهای باور تو میزند. هرگز با جعب ابزار دین خودت نمیتوانی انسان دیگری را از دین دیگری متفاوت کنی، مگر با جعب ابزار دین خودش. هرگز آقای مرد، هرگز آقای مرد همسرت را جز با خودش با هیچ کس دیگری مقایسه نکن. هرگز خانم زن، هرگز خانم زن مرد را مستقیما نصیحت نکن. هرگز به دختری که دو بار قاطعانه به تو پاسخ رد داده امید ازدواج موفق نداشته.
هرگز به پسری که میگوید فعلا با هم باشیم تا ببینیم بعدن چی میشود امید ازدواج موفق نداشته. هرگز به پسری که میگوید مادرم با تو مخالفه امید ازدواج موفق نداشته. هرگز از جلو بذارید این جمله مولا علی ابن ابی طالب رو بگم بعد اینو بگم. این جمله از بزرگ روانشناس عالم مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود هرگز زندگی دشمن تو نیست. هرگز زندگی دشمن تو نیست اما طرز تفکر تو میتواند دشمنت باشد. هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک خر و از هیچ سمتی به احمق نزدیک نه. نادان رو از هر طرف بخونید نادان. آدرس موفقیت رو بنویسید، آدرس موفقیت رو بنویسید، بنویسید بزرگ راه توکل، بزرگ راه توکل، بلوار آرامش، خیابان صبوری، میدان عمل، مجتمع انگیزه، واحد پشتکار، پلاک 114، منزل صداقت. گرفتیم؟ خیابانه چی بود؟ ها؟ پلاکه چند بود؟ چرا سر 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 انبیا و سوره قرآن آدرس شکست رو میخواییم؟ آدرس شکست رو میخواییم؟ نمیخواییم؟ میخواییم؟ نمیخواییم؟ بگم آدرس شکست رو به مراتب بیش از آدرس موفقیت میست. به مراتب آدرس شکست رو هم بنویسید. بنویسید بزرگ راه بد، بزرگ راه بد، بزرگ راه بدبینی. این گیت اصلی تمام شکست است. بزرگ راه بدبینی، بلوار حقارت، خود را کوچک دیدن یا دیگران را کوچک شمردن، خیابان توهم، میدان شعار بره مفته، بنبست چه کنن، مجتمع یأس، واحد بیکاری، طبقه زیر زمین، منزل فلاکت. جاده موفقیت هیچ وقت سرراست نیست. هیچ جاده موفقیت یه پیچی داره به نام سردرگمی، یه دور برگردونیه به نام شکست، یک سرعت گیری داره به نام دوستان، یک چراغ قرمزی داره به نام دشمنان، یک چراغ راهنمایی داره به نام خانواده. یک تابلوی داره به نام هدایت الهی. توی این جاده یه ماشینی هست به نام
توی این جاده یک ماشینی هست به نام اراده، یک رانندهی داره به نام عقلانیت، فرمونی داره به نام بصیرت، موتوری داره به نام جسارت، چرخهایی داره به نام تلاش. تو باک این ماشین یه سوختی هست به نام امید، یه مکمل سوختی هست به نام توکل، یه کمک فنرهایی داره این ماشین به نام انعطاف، مدارا، 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 انعطاف. اینها رو به ما یاد نداده. اگر اینها رو به ما همان اوائل دبستان یاد می دادن، وضع امروز ما خیلی بهتر، خیلی بهتر. به ما یاد ندادن اگر کسی می خنده لزوماً بی‌غم نیست، اگر کسی درس نخونده لزوماً خلوخین نیست. به ما یاد ندادن اگر کسی بنز سوار میشه حتماً که دوز نیست، اگر کسی سیگار میکشه حتماً که موادی و افیونی نیست، اگر کسی آرایش تون میکنه لزوماً که بدکاره نیست، اگر کسی سکوت میکنه حتماً که لال نیست، اگر کسی معلوله حتما که ناتوان نیست، اگر کسی متهمه حتما که محکوم نیست، اگر کسی فقیره حتما که گدا نیست، اگر کسی ساده میپوشه حتما که امول نیست، اگر کسی بچه داره لزوما که یک پدر یا یک مادر واقعی نیست، حتی اگر کسی داماده لزوماً که مرد نیست. اینا رو به ما یاد ندادن. به ما یاد ندادن اگر کسی قاطع و جدیه لزوماً که خشن نیست، اگر کسی به دست میده حتماً که رفیقت نیست، اگر کسی میبوسد حتماً که عاشقت نیست. اینا رو به ما یاد ندادن. به ما یاد ندادن اگر کسی عیب تو بهت میگه حتما که دشمنت نیست، اگر کسی دکترا داره حتما که متفکر نیست، اگر کسی رئیسه لزوما که مدیر نیست. گرچه الان معنای مدیر تو بعضی از قسمت‌های کشور ما داره تغییر میکنه، میگن طرف رفته بود پرنده بخره، از بازار پرنده فروش ها رفته بود یه توتی بخره، توتی ها رو قیمت کرد، بهش گفتن این توتی 70,000 تومنه، این 100 تومنه، این 80 تومنه، این 160 تومنه، این 300 تومنه، این هم 350 تومنه، یه توتی هم داریم که 5 میلیونه. 5 میلیون چه میکنه؟ 5 میلیون؟ گفتن آره، این توتی حروف الفتاییه رو بلده، میتونه کاغذ روزنامه بخونه، کتاب بخونه، رمان بخونه، شعر بخونه، همه چی بلده بخونه، حروف الفتاییه رو بلده. گفتن این که چیزی نیست، یه توتی داریم 15 میلیونه. 15 میلیون چه میکنه؟ گفتن این غیر از این که میخونه میره رو کیبورد تایپ هم میکنه، هم میخونه هم تایپ میکنه. گفتن این که چیزی نیست، توتی داریم 35 میلیونه. 35 میلیون چه میکنه؟ گفتن والا عرضه خاصی ازش ندیدیم، ولی که دوتا بهش میگن مدیر.
یه لایه بحث رو بیاریم توی فضای خودمون. این چند نکته رو هم بگم بعد بریم سر بحث. اگر اینو به دخترها و پسرهای گل مردم، اگر کسی از تون پرسید، اگر کسی از تون پرسید چقدر دوستم داری؟ اگر کسی از تون پرسید چقدر دوستم داری؟ نگید بی نهایت، بگید به اندازه ای که لیاقت منو چی؟ داری. به اندازه ای که لیاقتمو داری دوست داری. اگر کسی از تون پرسید تا کی دوستم داری؟ نگید تا ابد، بگید تا وقتی که برای من هستی. اگر کسی از تون پرسید چقدر به هم اعتماد داری، نگید به قدر چشمان، بگید به اندازه ای که به من اطمینان میدی، بهت اعتماد دارم. چرا؟ تا بدونه که تا زمانی برای تو با ارزشه که به ارزش‌های تو چی؟ احترام میزه. اینو بگید. این جمله رو عمیقاً به خاطر بسپرید. اگر کسی ازتون درخواست کمک کرد، اگر کسی ازتون درخواست کمک کرد، بدونید که قبل از شما از خدا درخواست کمک کرد و خداوند آدرس تو رو بشته، پس ردش نه، دریغ نه. اگر کسی ازتون درخواست کمک کرد، بدانید قبل از شما از خدا کمک خواست و خدا آدرس تو رو بشته، دریغ نه. هرگز طولانی مدت از کسی متنفر نباشید، زیرا این تنفر طولانی در وجود شما تبدیل به نقطه ضعف شما می شود. یاد بگیرید که او را از دایره توجهتان خارج کنید، اصلا بهش فکر نکنید. اگر بخواهید کسی را 30% برنجانید، اگر بخواهی کسی رو 30% برنجانی، ابتدا باید خودت رو 70% برنجانی. اینو خیلی به خاطر بسن. نکته برای عمیقاً این جزء باورهای منه. آدم ها، همه آدم یادشون میره که براشون چه کار کرد، اما عمیقاً یادشون میمونه که باهاشون چه کار کرد. آدم، طبع آدم ها اینه. آدم ها یادشان میرود که باهاشون براشون چه کار کرد، فقط یادشون میمونه که باهاشون چه کار کرد. اینو در مورد آدم ها یادتون نه. دو چیز شما رو معرفی میکنه، به خودتون و به همه. یکی صبرتون وقتی هیچی ندارین، یکی نحوه رفتارتون وقتی که همه چیز دارین. آدم ها معمولا زمانی چیزی را از دست می دهند که به داشتنش مطمئن. این مکر خداونده. خداوند زمانی چیزی را از تون می گیره که به داشتنش مطمئن. هر لحظه آمادی از دست دادن باشید، چون به ذات مال شما نبود.
ابدا مال شما نبود. آدم ها دقیقا به اندازه کمبودهایشان دیگران را آزار میدن. آدم ها دقیقا به اندازه کمبودهایشان دیگران را آزار میدن. اعتماد المصنا نداره. اعتماد المصنا نداره. اعتماد اگر از دست رفت، اعتماد شبیه یه صفحه کاغذه، شبیه یه صفحه کاغذه. اگر مچاله شد دیگه هرگز به حالت اول بر نمیده. هرگز. کسی که به خاطر تو دروغ گفته حتما به خود تو هم دروغ خواهد. کسی که به خاطر تو دروغ گفته حتما به خودت هم دروغ خواهد. اینو شک نه. آبجوشی که سیب زمینی رو نرم میکنه تخم مرغ رو سفت میکنه. بنابراین این شرایط محیطی و پیرامونی تو نیست که اهمیت داره. مهم اینه که تو در درون چی داری و چی هست؟ سیب زمینی یا تخم مرغ؟ کدوم؟ همونطور که هیچ کس به زشتی عکس شناسنامه و کارت ملیش نیست، هیچ کسی هم به زیبایی پروفایلش زمانی بزرگ شده که دیگه از هیچ چیز تعجب نکنید. تا زمانی که از چیزی تعجب میکنید بدونید که هنوز بزرگ نشد. بزرگترین توهین انسان به خودش مقایسه باطن زندگی خودشه با ظاهر زندگی دیگر. و بزرگترین خیانت انسان به خودش ترس از اینه که مردم در موردش چی فکر میکنن، چی میگه. بزرگترین توهین انسان به خودش مقایسه باطن زندگی خودش و با ظاهر زندگی دیگران. و بزرگترین خیانت انسان به خودش ترس از اینه که بقیه در موردش چی فکر کنن. چهار چیز رو نخورید تا همواره شاد بمونید. فقط این چهار تا رو نخورید. حسرت گذشته، حسرت زندگی دیگران، حق دیگران و فریب دیگران. این چهارتا رو نخوریم. حسرت گذشته، حسرت زندگی دیگران، حق دیگران و فریب دیگران. این چهارتا رو نخوریم تا همیشه سرحال بریم. دخترها همیشه از دو نفر متنفر تا آخر عمرش. یکی از دوست دختره جدید دوست پسر سابقشون، یکی از دوست دختر سابق دوست پسر جدید. بقیه هست که همونتون افتاره؟ بس شد. دوست دختر جدید دوست پسر سابق. این لبخنده همه تایید همین قضیه. منتظر حمله کسی باش، منتظر حمله کسی باش که زیادی بهش محبت کرد.
فوراً درد و بدبختی کسی رو باور نکنید. باش صحبت کنید، وسط صحبت بهش بگید شبا که میخوابی چه خوابایی میبینی؟ بعضی هاشون میگن کابوس های مختلف میبینیم، بعضی ها میگن یه خوابایی میبینیم میپریم، بعضی ها میگن از وحشت از خواب میپریم، خوابای وحشتناک، بعضی ها میگن خوابامون یادمون نمیاد. همینقدر که بفهمید طرف میتونه بخوابه، بدونید خیلی آدم بدبختی هم. اگر دیدید کسی خیلی میناله، وسط صحبت ها ازش بپرسید شب چی خوابید، بفهمید میتونه بخوابه، بدونید خیلی آدم دردمندی نیست. کسی که بسیار تحت فشار، تحت هیچ شرایطی نمیتواند بخوابه، تحت هیچ شرایط. بچه شاد بودن رو ترجیح میدید یا برنده بودن رو؟ چند نفر میگن شاد بوده؟ چند نفر میگن برنده بوده؟ بچه به خاطر بسپرید، شاد بودنه که برنده بودن رو به دنبال. بریم روی بحث خود. اگر از من بپرسن اولین، بزرگترین، مهمترین رمز موفقیت در زندگی چیه؟ اگر بگن بزرگترین رمز موفقیت در زندگی چیه، فقط یک کلمه میدم، یک کلمه: پذیرش. پذیرش، پذیرش، acceptation. پذیرش یعنی چی؟ یعنی هر حادثه ای را که خارج از دایره اراده و اختیار شما اتفاق می افتد بپذیرید، بپذیرید و اونو در حاضری روحتون هضم کنید. خود منم یه بار توی حادثه خبری به من دادن، یک بار بعد از مدت ها بی اطلاعی از خانواده، یک بار خبری رو به من دادن، حکایت از دست دادن چند تا از عزیزان خانواده، یک بار. اونقدر وحشت این حادثه برای من بالا بود، تو هواپیما بودم، اونقدر وحشت این حادثه بالا بود که باورتون نمیشه، من تصویر مرحوم مادرم از یادم رفته، هر چه فکر میکردم این زن چه شکلی بود یادم نمیاد. تنها کاری که تونستم بکنم این بود که یک قرآن جیبی توی جیبم بود، در آوردم و تفاعلی زدم به قرآن و گفتم خدایا من یک عمر با تو حرف زدم، یک کلمه با من حرف بزن، یک چیزی به من بگو. تفاعل زدم به قرآن، دیدم در سرسخی کتاب این آیه در اومده، فرموده که ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، هیچ مصیبتی فرا نمیرسد مگر به اذن الله. تا سالها این آیه من آروم میده. هر حادثه ای که براتون اتفاق افتاد خارج از دایره اراده و اختیارتون بپذید، بپذیرید. بعد که پذیرفتید، این حادثه به دو قسمت تقسیم میشه، یا قابل حل یا قابل تحمل. اگه قابل حل باشه حلش کنید و اگر قابل تحمل باشه تحملش کنید. امکان نداره که خداوند عالم حادثه ای رو برای شما بیافرینه که تو امان هم غیر قابل حل باشه هم غیر قابل تحمل. امکان ندارد. این اولین رمز موفقیت، پذیرش، acceptation.
دومین رمز موفقیت در زندگی چیه؟ دومین رمز موفقیت واژه ایست به نام امپاتی. امپاتی E-M-P-A-T-H-Y امپاتی، نه امپتی ها. امپتی یعنی چی؟ خالی. امپاتی یعنی چی؟ امپاتی یعنی همدردی، همدرکی، همحسی. یعنی من بفهمم این آدمی که داره میناده، بفهمم توی این سن این چشه، این چرا میناده، درکش کنم، بفهممش. اگر همسر من بغض میکنه بفهمم این بغض معنیش چیه. اگر دانشجوی من افسرده است، از زاویه او به قضیه نگاه کنم، ببینم اون چشه. امپاتی یعنی همدردی، همحسی، همدرکی. کتابی است به نام شوک در آینده، اثر الوین تافلر. توصیه میکنم این کتاب رو بخونید، شوک در آینده یا شوک آینده. الوین تافلر میگه که اگر یک پدر 60 ساله با فرزند 15 ساله نسبت سن پدر به پسر چند برابره؟ چند برابر؟ 4 برابره. میگه اگر پدر 60 ساله با پسر 15 ساله تو ماشین باشن، مشغول رانندگی باشن، پسره به پدره بگه بابا اجازه میدی با ماشینی دور بزنم؟ پدرش میگه بابا قربونت برم، 2 سال دیگه صبر کن، برای بچه‌م یه ماشین میخرم، خیلی بهتر از این. این چیه؟ تافلر میگه به عقیده شما 2 سالی که پدر 60 ساله به پسر 15 ساله میگه، تو ذهن این پسر چند ساله؟ چند ساله؟ 8 ساله. چرا؟ چون زمانی که ما کوچیک بودیم، کودک بودیم، هم زمان وسیع بود، هم مکان. الان که بزرگ شدیم، هم زمان جمع شده، هم مکان. کوچیک که بودیم، مغازه حاج یوسف، یادتون باشه 3-4 ساله بودیم، مغازه حاج یوسف 30-40 متری پشت خونه بود. فکر میکردیم 300-400 متر، میترسیدیم بریم، همین 30-40 متر رو میترسیدیم. الان بزرگ شدیم میبینیم 3-4 قدم هم نیست. انسان بزرگ که میشه مکان جمع میشه، دنیا کوچیک میشه، زمان هم جمع میشه. بچه که بودیم به پدرمون میگفتیم فلان چیز رو میخوام، میگو بابام الان شنبه است، تا جمعه صبر کن. اوه تا جمعه 7 روز، انگار 7 سال بود. الان من به رفیقم میگم که آقای فلانی توی قضیه میتونی 5-6 ماه صبر کنی؟ میگه آقای دکتر اگه 10-12 ماه هم بشه اشکال نداره. انگار 10-12 روز. مکان جمع میشه، زمان جمع. باید بفهمی از زاویه او اوضاع چگونه دیده میشه. مادر 24 ساله، مادر 24 ساله با دختر 4 ساله تو خیابون دارن میرن، نسبت سن مادر به دختر چند برابره؟ 6 برابره. بچه به مادرش میگه که مامان یه بستنی بخر برام. مادرش میگه ماما قربونت برم، 2 ساعت صبر کن برات بستنی میخرم. 2 ساعتی که مادر 24 ساله به دختر 4 ساله میگه، برای این دختر چند ساعته؟ 12 ساعت. این اینه که من به این خانم بگم خانم قصد میخوام، میخوای چایی بریزم خدمته؟ یه 12 ساعت سک برده بارد چه؟ 2 ساعتی که یه مادر میگه دختر میگه اینه. بچه به مادرش میگه ما فردا داری میری گردش، منم با خودت میبری، با دوستات داری میری؟ حتما. دست این دختر میگیره با خودش با دوستاش میرن گردش.